جو بایدن رئیس سیاست خارجه دولتش را اعلام می کند و انتظار می رود بخشی از آن مربوط به ایران باشد. همزمان اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش با اتهام تلاش برای بمبگذاری در مقر مجاهدین در پاریس به 20 سال زندان محکوم شد. در وضعیتی که در اروپا هم حالا عده بیشتری معتقدند بازگشت به برجام کافی نیست و ایران باید درباره حضور منطقه‌ای، برنامه موشکی و حقوق بشر هم پاسخگو باشد، چقدر راه بازگشت باز است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. تابستان دو سال پیش، زمانی که در مقر مجاهدین در پاریس نشستی برپا بود، در بلژیک یک خودرو و سرنشینانش توقیف شدند با اتهام حمل بمبی به مقصد مقر مجاهدین. بعدتر اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش هم در این ارتباط بازداشت شده و حالا به 20 سال زندان محکوم شده. در بحبوحه انتظارات برای تحولی درباره برجام، چنین حکمی چه تأثیری خواهد داشت؟ پیش از اینکه با یک نماینده پارلمان بلژیک در این باره صحبت کنیم، همکارم جیار گل رو دعوت کردیم که درباره این اتفاق و همینطور اتفاقات مشابه دیگری که در اروپا افتاد، مستندها و گزارش‌های متعدد تهیه کرده. جیار، اول در مورد این پرونده بیشتر برای ما توضیح بده، چه اتفاقی افتاد در تابستان 2018؟ ببین، در تابستان 2018 آقای اسدالله اسدی زیر نظر چندین سازمان اطلاعاتی و نهادهای امنیتی اروپایی، اتریش، بلژیک، فرانسه، ظاهرا در لوکسامبورگ یک بسته رو، یک جعبه رو تحویل یک زوج ایرانی که الان میدونیم امیر سعدونی و نعیمه، ببخشید، خانم نعامی هستش، که ظاهرا در این نیم کیلو مواد منفجره در اون بوده. و بعد از اون روز بعدش هم آقای اسدالله اسدی در آلمان، در منطقه باوریای آلمان دستگیر میشه و از اون طرف هم این دو زوج که به طرف پاریس، محل برگزاری این گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین، در حرکت بودن، در بروکسل اونجا دستگیر میشن و این بمب کشف میشه. به هر حال خود این پرونده و به باور من عزم راسخ دادگاه اروپا برای محاکمه یک دیپلمات ایرانی که این بی سابقه بوده، این نخستین بار یک دیپلمات با مسئولیت دیپلماتیک در یک دادگاه اروپایی که معمولا دستگاه قضا مستقل هستش، او دادگاهی میشه و محکوم میشه در حالی که حاضر هست، چون قبلا شاهد این بودیم احکامی در مورد مقام‌های ایرانی در غیاب اونها صادر شده. ببین، حکم جلب مقام‌های ایرانی در گذشته صادر شده بود، اما هیچ وقت اونها در دادگاه محکوم نشدن. مثلا در دادگاه میکنوس این موضوع داشتم، گفته بودن که وزیر اطلاعات، وزیر وقت وزیر خارجه های ولایتی بود، حتی هاشمی رفسنجانی، آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور بود و رهبری بود، اینا گفته بودن با اطلاع این افراد این ترورها انجام شده. اما در این دادگاهی این شخص و سه نفر دیگه بازداشت شدن و به نظر میرسه دادستان مدارکی محکم و غیر قابل انکاری داشته که ایشون رو به هر حال محکوم کرده. سه نفر دیگه بین 15 تا 18 سال بهشون حبس داده شده که حبس بسیار سنگینی است در اروپا برای کسی که کسی کشته نشده، انفجاری رخ نداده. اما به نظر میرسه این یک پیام محکمی است. اولا قوانین اروپایی مشخص برای عملیات تروریستی احکام بسیار سنگینی داره، اما قطعا این یک پیام مشخصی رو به ساز سازمان‌های امنیتی ایران رو میفرسته که اروپا این گونه حرکات رو تحمل نخواهد کرد. نکته جالبی اشاره کردی، چون در اون مقر مجاهدین افراد زیادی بودن که افراد سرشناسی هستن، مثلا رودی جولیانی قرار بود اونجا سخنرانی بکنه، کسان دیگری بودن که افراد سرشناسی هستن. آیا این موضوع تاثیر داشت یا کلاً اروپا حساس شده؟ به خصوص که اگه یاد باشه بعد از این یک اتفاق دیگری در دانمارک افتاد و دانمارک ایستاد برای اینکه ایران حتماً در این باره تحریم بشه. ببین، در فقط اگه یادت باشه در دانمارک همون گروه‌های مخالف عرب ایرانی در اهوازی ایرانی مثلا هدف بودن. این شخص هم در دادگاه بدوی مثلا به 7 سال حبس محکوم شده و تقاضای فرجام خواهی کرده و ما نمیتونیم اسمشو بگیم به لحاظ قانون دانمارک. اما این موضوعی که شما اشاره کردید، به هر حال در چندین سال گذشته این حرکات خیلی زیاد انجام شده و من سوالتونو یک لحظه، من میخوام دقیقاً این رو بپرسم ازت. خیلی ها میگن این حکم سیاسی است. امروز ایران سخنگوی وزارت خارجه محکوم کرده، به شدت محکوم کرده و معتقدن این حکم سیاسی هست. آیا با لابی مجاهدین هست که این اتفاق افتاده؟
و این حکم صادر شده. آیا چنین چیزی برمیاد از حکم یا نه؟ اتحادیه اروپا و دادگاه‌های اروپایی میخوان بگن که ما نسبت به اتهامات مربوط به اعمالی که این چنین هست در خاک اروپا خیلی حساس هست. ببینید، اگه نگاه کنید دستگاه قضایی در اروپا مستقل از دستگاه اجرایی. اگه یادتون باشه، اگه ما بیایم به گذشته نگاه کنیم، با توجه به اینکه دولت آلمان برای میکنوس قتل رهبران کرد در سال 92 خیلی تلاش کرد، حتی سازمان اطلاعات آلمان تلاش کرد که آقای فلاحیان اون موقع رفت اونجا که این پرونده در دادگاه نره، اما دستگاه قضا حتی دو تن از دادستانا استعفا دادن به اعتراض، یعنی حاضر نشد دستگاه قضا در مقابل رهبران سیاسی سر خم بکنه و این پرونده رو جلو برد. در اینجا هم فراموش نکنیم حتی اگه رهبران سیاسی بخوان این پرونده رو متوقف بکنن، حالا یک معامله سیاسی پشت پرده داشته باشن، معمولا در کشوری مثل بلژیک یا کشوری مثل آلمان دستگاه قضا محکم هستش و جلوشو میگیرن. چیزی که سوال پرسیدی که آیا به خاطر اینی که شخصیت‌های برجسته‌ای در این گرد همایی بودن به خاطر این موضوع رو جدی گرفتن، من بعید میدونم این یک بسلا عامل اصلی بوده. اگه این بمب منفجر میشد، خیلی از رهبران سیاسی، وزرای خارجه کشورهای مختلف، نخست وزیران سابق کشورهای مختلف که اینا احزابی دارن هنوز قدرتمندن در اون کشورها، و اگه این بمب منفجر میشد، میشد برای ایران یک فاجعه سیاسی رو به وجود بیاره که حتی خیلی از کشورهایی که با ایران معمولا نرمش نشون میدن به سختی و به شدت برخورد کنن. الان مرحله بعد میدونیم چی هست. آیا این افراد میتونن به این احکام اعتراض بکنن؟ آیا میتونن فرجام خواهی بکنن یا این احکام قطعی شد؟ ببین، معمولا در دادگاه‌های اروپایی در حکمی که صادر میشه میتونن اینو تقاضای به هر حال تجدید نظر بکنن. البته آقای اسدالله اسدی حاضر نشده بره در دادگاه هم حضور پیدا کنه و این موضوع گفته من مسئولیت دیپلماتی دارم و دلیلی نداره. اما خب ایشون خارج از حیطه مأموریتش که اتریش بوده، در جای دیگه رفته لوکسامبورگ، بمب رو تحویل داده، اتهامش این بوده، محکوم هم شده براش و در آلمان دستگیر شده، ولی در حقیقت دستگاه های امنیتی نگذاشته بودن برگرده به کشوری که اونجا مسئولیت دیپلماتیک داشته. البته خب به هر حال ما میبینیم در گذشته هم اتفاقات اینجوری افتاده، معمولا معاملاتی شده یا زندانی ها رو معاوضه کردن، احتمالا امیدهای اینچنینی هست. اما در این برهه به باور من خیلی مشکل میشه برای دولت ایران حتی بخواد با کشورهای اروپایی مذاکره کنه، و این یک به باور من یک پوینتیه در دست کشورهای اروپایی بر علیه ایران استفاده کنند در مذاکرات آینده. دقیقا برنامه ما هم امروز درباره همین است. ممنونم ژیار، ممنون که اومدی در برنامه صحبت کردی. دولت بلژیک که حکم اسداللهی درباره او صادر شده میگوید که یک حکم قضایی است و ربطی به سیاست خارجی بلژیک و اروپا ندارد. پیش از این با میخائیل فلریش، نماینده پارلمان بلژیک از حزب ملیگرا و محافظه‌کار ائتلاف نوین فلامان صحبت کردم که او از شهر آنتورپ، همون شهری که حکم در اونجا صادر شده، نماینده پارلمان هست. از او اول نظرش رو درباره این حکم پرسیدم. طی دو روز گذشته دو تا خبر مختلف رو در بین سرخط‌ها دیدیم، بنابراین پیشبینی می‌کردیم که چنین حکمی رو شاهد باشیم، ولی به شما باید بگم هر چند که پیشبینی می‌کردیم، ولی برای ما یک خیلی حکم احساسی بود برای ما و خیلی های دیگه، برای اینکه این حکم منحصر به فردی هستش. ما اغلب نمیشنویم که یک دیپلمات خارجی 20 سال حکم حبس میگیره. این یکی از بیشترین احکام زندانی هست که برای فردی صادر میشه که سعی میکنه در خاک ما دست به عملیات تروریستی بزنه. این کار شوکه کننده بود، ولی ما خوشحال هستیم که دادگاه با یک پیام بسیار روشنی به میدان اومد. دولت بلژیک، دولت مطبوع شما، میگه این حکم یک حکم قضایی هست، ربطی به مسائل دیپلماتیک و به خصوص روابط بین الملل نداره. آیا شما موافقید؟ بله، مسلماً تا این حد درست هستش که این حکم به خودی خودش درباره یک سری از افراد خاصی صحبت میکرد. بله، دادگاه به اون شخص خاص نگاه میکرد و نقشی رو که اون شخص ایفا کرد. اما یک گام بعدی هستش که دولت و مجلس باید متعاقب این حکم
یه گام‌هایی بردارند. خب دادگاه میاد درباره سری اشخاص و نقششون در تروریسم حکم میده، ولی وقتی دادگاه این کارو کرد و حکمی درباره تروریسم داد، خیلی مهم هست که ما بدونیم دولت هم باید واکنش نشون بده و بگه که این یک مشکل بزرگ است. ببخشید یه سری صدا از پشت می اومد. من میخوام بدونم که انتظار شما از دولت بلژیک الان چیه، هم از دولت بلژیک هم از اتحادیه اروپا، که به هر حال همه این اتفاقا در خاک اتحادیه اروپا افتاد. من از دولت بلژیک، از دولت خودم میخوام که ابتکار عمل رو در سطح اروپا به دست بگیره تا ما اطمینان حاصل بکنیم، یک پیام روشنی به ایران بدیم که این رفتاری که دارن از خودشون نشون میدن، این رفتاری که ما شاهد هستیم و حالا هم تونستیم اثبات بکنیم که حقیقت داره، رفتاری غیر قابل پذیرش هست. ما نمیتونیم اجازه بدیم که یک کشور دیگر از قاعده مسئولیت دیپلماتیک و جایگاه دیپلمات ها سوء استفاده بکنه برای ارتکاب یک حمله تروریستی در خاک اتحادیه اروپا. ما چنین چیزی رو ندیدیم و بنابراین باید به شدت توسط همه بازیگران و طرف های مختلف محکوم بشه. از طرف من، حزبم و دولت هم میخوام همین کار رو انجام بده. بله، یه سری تدابیری هم هست که میتونه در این ارتباط اتخاذ بشه. مثلا میتونیم به سازوکار تبادل مالی نگاه بکنیم، به اینستکس. میتونیم به روابط دو جانبه نگاه کنیم وقتی بحث تجارت میاد وسط، یا حتی میتونیم در نظر بگیریم این گزینه اخراج دیپلمات های ایرانی رو از بروکسل و یا بستن نمایندگی دیپلماتیک در تهران یا تقلیل حضور دیپلماتیکمون. برای همین گزینه های مختلفی پیش روی ما هست. من به شخصه نمیخوام بگم که ما کدوم گزینه رو باید انتخاب بکنیم، اما اونچه که من میخوام بگم این است که یک پیام بسیار روشنی باید فرستاده بشه. این پیام که اول از همه غیر قابل پذیرش هست، و دوم این که ما باید تصمیم بگیریم این از بین گزینه هایی که گفتم کدوم گزینه رو انتخاب خواهیم کرد، هم در سطح محلی، هم در بلژیک و همینطور در سراسر اتحادیه اروپا. همین امشب قرار هست که جو بایدن رئیس سیاست خارجش رو اعلام بکنه. مسئله تعامل و شیوه برخورد با جمهوری اسلامی یکی از مسائل مهم هست. همزمانی اینها به هر حال معنا داره. شما فکر میکنید که او باید چه بکنه در سیاست آمریکا و اروپا در قبال جمهوری اسلامی؟ انتظارتون چیه؟ من فکر میکنم با دولت جدید آمریکا فرصت خوبی هست که مذاکراتی رو که ما طی سالهای گذشته داشتیم رو دوباره تو یک مسیر درستی بذاریم. یه سری مسائل بوده بین رابطه اروپا و ایران و رابطه اروپا و آمریکا، ولی به این معنی نیستش که ایران بعد از این موقعیت که الان پیش اومده سوء استفاده بکنه. ما طی هفته گذشته با این وضعیت فعالیت‌های هسته‌ای که در ایران دیدیم و این اورانیوم بیشتری که دارن غنی سازی میکنن، این به مثابه سوء استفاده ایران از شرایط موجود هست. تا اونجایی که به من مربوط میشه، من میدونم وقتی در آمریکا بحث سلاح‌های اتمی میشه، هر دو طرف، هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواه‌ها، بسیار مصر هستن که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. این خیلی درست هستش. ما یک کشوری داریم، ایران رو، که به قواعد بین‌المللی احترام نمیذاره، نه به دموکراسی احترام میذاره، نه به حقوق بشر احترام میذاره، و همینطور از قدرت‌های دیپلماتیک و مسئولیت دیپلماتیک خودش سوء استفاده میکنه برای ارتکاب این حمله تروریستی در خاک اروپا. متوجه شدید؟ بنابراین ما باید خیلی به روشنی به چنین کشوری بگیم که وقتی مسائل تروریستی مربوط میشه، وقتی به این برنامه موشکی مربوط میشه که مرتب در حال توسعهش هستن، یا به دنبال سلاح اتمی رفتن، یا دست به عملیات تروریستی زدن، یا حمایت کردن از گروه های شبه نظامی مثل حزب الله و غیره، همه اینها باید جزی از مذاکرات باشن. ما نمیتونیم یک جنبه رو برداریم بگیم فقط بیاین راجع به بحث هسته‌ای مذاکره بکنیم. این امکان پذیر نیست. ما باید راجع به تمام این موضوعات صحبت بکنیم، برای که همه این موضوعات برای ما غیر قابل پذیرش هستند. میخائیل فلریش بود، نماینده پارلمان بلژیک از حزب ملیگرا و محافظه‌کار ائتلاف نوین فلامان. همزمان با انتصاب رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، او یکی دو روز پیش انتخاب تیم خودش رو هم آغاز کرد. آقای مالی که پیشتر مدیر گروه بین‌المللی بحران بود، از طرف بخش بزرگی از گروه‌های موسوم به براندازان متهم میشه که با جمهوری اسلامی همسو و نرم‌خوست. او که در دولت باراک اوباما هم در تیم مذاکره کننده با ایران حضور داشته، پیشتر به بی بی سی فارسی گفته بود که به نظر او ایزوله کردن ایران راه جلوگیری از اتمی شدن اون نیست.
می‌خواستیم با علی واعظ صحبت بکنیم، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران، در مورد سازوکار ویژه مالی که الان ارتباط ما برقرار نشده. اما قبل از اینکه به آقای واعظ برسیم، اجازه بدین که یک صدایی رو بشنویم از آقای جک سولیوان که نماینده در واقع از تیم جدید آقای بایدن هست و از مشاور امنیت ملی او. آقای جک سولیوان، در مورد رابطه با ایران بشنویم که چه میگه. Very logic of the Iran nuclear deal was that it would be narrowly focused on the question of Iran's nuclear. منطق توافق هسته‌ای با ایران این بود که خیلی دقیق متمرکز باشه روی برنامه هسته‌ای ایران و آمریکا هم همه ظرفیت‌هاش، یعنی تحریم‌ها، توانایی اطلاعاتی و بقیه ظرفیت‌های بازدارنده‌اش رو نگه داره تا در همه مسائل دیگه بر ایران فشار بیاره. نه که فکر کرده باشیم به مسئله هسته‌ای می‌رسیم و علاوه بر اون همینطوری فرض می‌کنیم که ایران یک شبه رفتارش رو هم عوض می‌کنه. اعتقاد داشتیم که اگه برنامه هسته‌ای ایران رو مهار کنیم، بعد می‌تونیم بعضی مسائل دیگر رو هم تکه تکه رفع کنیم. دیپلماسی هوشیارانه پشتگرم به بازدارندگی ما رو به توافق هسته‌ای ایران رسوند. حالا هم همچنان تک تک مسائلی رو که با ایران داریم، تک تک تهدیدها و چالش‌هایی رو که ایران عرضه می‌کنه زیر نظر داریم، ولی بدون این فرض که توافق در یک زمینه لزوماً به پیشرفت در زمینه دیگه هم منجر میشه. Each of the threats and challenges that Iran poses. خب، علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران در مورد سازوکار ویژه مالی از واشنگتن با ما. خوش اومدید آقای واعظ. شما آقای مالی در واقع رئیس همین گروهی هستن که شما بودن که شما باشون کار می‌کردین، هم هفته پیش برای اینکه به تیم آقای بایدن بپیوندند ترک کردن این منصب رو. فکر می‌کنید که واقعاً این نگرانی که مخالفان جمهوری اسلامی دارند و بارها بارها در موردش صحبت کردند جدی هست؟ آقای مالی نرم خوست با جمهوری اسلامی، شما برداشتتون از او چگونه است؟ ببینید خانم قاضی‌زاده، در مورد نظرات آقای مالی در مورد ایران واقعا هیچ تفاوت دیدگاهی وجود نداره بین دیدگاه ایشون و دیدگاه آقای جک سولیوان مشاور امنیت ملی، آقای آنتونی بلینکن وزیر خارجه و خود حتی آقای رئیس جمهور جو بایدن. اگر خاطرتون باشه در طول دوره کمپین انتخاباتی جز معدود وعده‌های بسیار مشخص در مورد سیاست خارجی که آقای بایدن داده بودن، وعده بازگشت به برجام بود و آقای مالی هم همیشه همین دیدگاه رو داشتن و من فکر میکنم مقدار زیادی کج‌فهمی وجود داره در بین کسانی که منتقد ایشون هستن. ایشون رو با رئیس سازمان شفافیت بین الملل یا سازمان‌های حقوق بشری مثل دیدبان حقوق بشر یا عفو بین الملل اشتباه میگیرن. کار سازمان بین المللی بحران جلوگیری از بروز جنگ و درگیری هست. معنیش برای این نیست که این سازمان بی توجه هست به وضعیت حقوق بشر و در مواردی که در ایران اعتراضات صورت گرفته ما بیانیه دادیم و محکوم کردیم سرکوب‌هایی رو که در ایران صورت گرفته، ولی بدون شک تمرکز اصلی ما بر جلوگیری از بروز جنگ هست که خب همیشه نظر بر این بوده که برجام یکی از بهترین راه‌ها برای رسیدن به این هدف است. اشاره شما در واقع به عملکرد ایشون در موقعیتی هست که در گروه بحران داشتن، اما الان موقعیتی که ایشون دارن بسیار مهمتر هست به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. دو نفر قبلی پیش از ایشون خیلی آدم‌های سختگیری به نظر می‌اومدن در مورد ایران، پایبند به سیاست فشار حداکثری. گفته میشه که آقای مالی بلافاصله بعد از انتصاب با نمایندگانی از اروپا صحبت کرده. آیا میشه حدس زد که او دنبال چه هست و در اولین قدم‌ها چه خواهد کرد در قبال ایران؟ ببینید، مأموریتی که رئیس جمهور به ایشون داده مذاکره با متحدین آمریکا و کشورهای منطقه‌ای هست برای یافتن بهترین راه برای احیای برجام در مرحله نخست و سپس ساختن یک توافق جامع‌تر بر بستر برجام هست و بنابراین ایشون در کوتاه مدت توجهشون معطوف خواهد بود به برجام، ولی همونطور که گفتم معنیش برای این نیست که به جنبه‌های دیگر سیاست ایران، سیاست منطقه ایران یا نقض حقوق بشر در ایران بی توجه خواهد بود. و من به کسانی که انتقاد میکنن از آقای مالی پیشنهاد میدم که به عملکرد آقای هوک و آقای الیوت ابراهیمز نگاه بکنن و ببینن آیا در طول دوره‌ای که
این دو نفر بر سر کار بودن، وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر شد با وجود استفاده بسیار ابزاری که این دو نفر از بحث حقوق بشر کردن، یا اینکه بدتر شد؟ من فکر می‌کنم جواب به این سوال خیلی مشخص است. آقای وایز، بحث فقط حقوق بشر نیست. در واقع نگرانی عمده برای اغلب کسانی که مخالف برداشتن فشار از ایران هستند این هست که میگن فضای سال 2015 با فضای سال 2021 فرق چشمگیری داره. در این فاصله اتفاقهای مهمی در ایران افتاده، اعتراضات چشمگیری در ایران بوده و برداشتن فشار از روی ایران نه فقط در بحث حقوق بشری، کلن جمهوری اسلامی رو میبره به یک فضایی که باز نفس راحتی میکشه و میتونه خودش رو در واقع نیروی خودش رو بازیافت بکنه و برگرده به همون چیزهایی که براش مهم هست، مثل حضور منطقه‌ای، مثل فشار بیشتر روی مردم در ایران. بله، خب ببینید، همینطور که مشخص از سوال شما، کسانی که به دنبال این هستن که دولت بایدن سیاست دولت ترامپ رو اشتباه بده، ادامه بده، از اساس درک اشتباهی دارن نسبت به رویکرد این دولت و این مسئله شخصی نیست. این سیاست دولت بایدن سیاست تعامل و دیپلماسی هست و ببینید، آمریکا سالهای سال با اتحاد جماهیر شوروی که بسیار از ایران خطر عمدتری برای آمریکا محسوب میشد، بسیار نقض حقوق بشر بیشتری انجام میداد، بسیار در بی‌ثبات سازی در سراسر جهان نقش عمده تری داشت، آمریکا همیشه روابط دیپلماتیک داشت، مذاکره میکرد، در مواردی میتونست به توافق برسه در مسائل مربوط به خلع سلاح و در این حال مقابله میکرد با سیاست هایی که در خلاف جهت منافع آمریکا بودن یا منافع متحدین آمریکا، و این کار رو آمریکا با ایران هم میتونه بکنه. بله، ولی اگر مسئله که اشاره کردید جالب هست آقای وایز، ولی در مورد شوروی که میگید، از اون ورم اونها در این مذاکرات حاضر میشدن. یک بخش عمده ای از مشکلات آمریکا ظرف 10 سال اخیر، در 12 سال اخیر این بوده که ایران رو بیاره پای میز مذاکره. هر بار در واقع تلاش این بوده که بیاد با ایران سر مسائلی که برای آمریکا مهم هست مذاکره بکنه. حالا ما قضاوت نمی‌کنیم این مسائل واقعا چقدر مهمن یا نه، مسئله اینه که آیا این که ایران حاضر نیست با آمریکا مذاکره کنه مسئله عمده ای آمریکایی ها بوده ظرف سالهای گذشته. ببینید، گمان نمی کنم مسئله به این سیاه و سفیدی باشه که ایران حاضر نبوده به مذاکره. به هر حال ایران از سال 2003 شروع کرده به مذاکره با اروپایی ها، سپس با آمریکایی ها، و در مواردی بوده که سیاست آمریکا به جای یک سیاستی که یک تعادلی داشته باشه بین چماق و هویج، فقط سیاست چماق بوده. و بنابراین وقتی فقط سیاست فشار هست، جایی برای مذاکره باقی نمونه. در شرایطی میشه مذاکرات مثبت انجام داد که طرفین به دنبال این باشن که به یه نتایج برد برسن، وگرنه در این صورت که اگه طرف مقابل قرار باشه به تسلیم وادار بشه که مذاکره نیست. و من فکر میکنم باید در نظر داشت تمامی کسانی که منتقد برداشتن فشار بر ایران هستن، باید نگاه کنن به عملکرد فشار در 4 سال گذشته و ببینن در چه موردی انتقادهایی که دارن از سیاست ایران در واقع بهبود حاصل شد، نه در سیاست هسته‌ای، نه در سیاست منطقه‌ای، نه در سیاست‌های داخلی. و بنابراین به نظر من اصرار به این که تنها راه موفقیت فشار هست، واقعا یه مقدار زیادی کج‌فهمی از واقعیت‌هایی که بر روی زمین وجود داره. به نظر میاد که الان یک دوگانه ایجاد شده. عده‌ای هستن که میگن دولت آقای اوباما خیلی نرم با جمهوری اسلامی برخورد کرد و دولت آقای ترامپ خیلی سخت. بایدن آیا واقعا بازگشت به همه سیاست‌های آقای اوباما هست یا نه یک چیز میانه است، با توجه به این خواسته‌هایی که همین چند لحظه پیش از شما داشتیم با یک نماینده پارلمان اروپا صحبت می‌کردیم؟ خیلی‌ها الان صحبت این رو می‌کنن که برجام کافی نیست، برجام یک شروع ممکنه باشه ولی پایان داستان نیست. آیا دولت بایدن اینها رو در نظر داره؟ بله، ببینید، من فکر میکنم یکی از دیگر مواردی که بی‌انصافی میشه در مورد دولت آقای بایدن این هست که تصور و گمان خیلی ها بر این هست که این 4 سال گذشته اتفاق نیفتاده، 4 سالی که این افراد خارج از دولت بودن و نتیجه بعضی از سیاست‌هایی رو که خودشون دنبال کردن دیدن و نتیجه سیاست دولت ترامپ رو هم دیدن و از این هر دو درس آموختن. و بنابراین من فکر میکنم سیاست دولت بایدن بسیار متعادلتر و از بالانس بهتری بین فشار و دیپلماسی برخوردار خواهد بود نسبت به دوره دولت آقای اوباما. شما اینو مثلا در مسئله یمن میبینید. خیلی از کسانی که امروز نقش مهمی در دولت بایدن دارن معترف هستند که سیاستشون در مورد برجام در واقع به ضرر یمن تموم شد، به خاطر اینکه مجبور شدن با عربستان در جنگ یمن همراهی بکنن. و میبینید که امروز یک هفته هنوز از دولت اینها نگذشته،
سیاست حمایت نظامی از یمن رو متوقف کردن و بنابراین من فکرم در مورد ایران هم درسایی بوده که آموختن و حتما به کار خواهند بود. اشارتون جالب هست، گفتید که یک راه میانه رو احتمالاً آقای بایدن انتخاب میکنه. میدونیم که تنها اهرمی که دست کم ظرف 10-15 سال اخیر از طرف آمریکا اعمال شده مسئله تحریم بوده. چطور میخواد بره به برجام تحریم ها رو حالا نرمتر کنه، شلتر کنه و بتونه اون فشار رو هم بگذاره که ایران رو راضی کنه سر مسائل دیگه وارد بشه و مذاکره بکنه و دست کم اون نظراتی که میگن فشار رو برندار رو هم تامین بکنه؟ ببینید، من فکر میکنم یک عامل بسیار مهمی رو که باید در نظر گرفت اینه که بدون اعتماد در مذاکرات اصولا هر چقدر شما اهرم‌های مذاکراتی در دستتون باشه هیچ کاری به پیش نخواهد رفت و بنابراین سیاست دولت بایدن در این هست که احیای برجام گام نخست برای احیای مقداری از اعتماد هست که برای گام‌های بعدی به هر حال لازم هست. و سوال این هست که حالا در مورد احیای برجام به چه نحوی عمل خواهند کرد؟ با توجه به حساسیت های سیاسی بسیار زیادی که در واشنگتن نسبت به این موضوع وجود داره، من فکر میکنم احتمالاً یک سیاست تدریجی و گام به گام رو در پیش خواهند گرفت، برای اینکه الان هنوز دولت بایدن بسیار نیاز داره به اینکه کنگره مقامات عالی رتبه دولت رو منصوب بکنه به مقاماتی که دارن و بنابراین نمیتونه خیلی سریع در این زمینه پیش بره. من فکر کنم احتمالاً در گام نخست ما شاهد یک دستور اجرایی از رئیس جمهور خواهیم بود در مورد بازگشت به برجام و سپس شاید یک مقداری از رفع تحریم که عملاً منجر بشه به منجمد شدن فضای فعلی که ایران هم اقداماتی مثل 20% غنی‌سازی یا کاهش بازرسی آژانس تحت معاهده الحاقی رو به عنوان مثال متوقف بکنه و زمان بیشتری خریداری بشه برای اینکه دو طرف سر یک جدول زمانی برای بازگشت گام به گام به تعهداتشون مذاکره بکنن. بله. سپس در دولت آینده ایران اون وقت فضا خواهد بود برای اینکه آمریکا بتونه در مورد یک توافق جامع‌تر مذاکره بکنه و در این مورد هم آمریکا هیچ اهرمی از دست نخواهد داد. برای اینکه ببینید اهرم اصلی آمریکا نه تحریم‌های آقای ترامپ هستند، بلکه قابلیت الان دیگه بلا شک بسیار قدرتمند آمریکا در اعمال تحریم هاییست که برای اقتصاد ایران واقعا فلج کننده هستن، حتی اگر آمریکا این کار به تنهایی بکنه. حالا در آینده 2 سال دیگه 3 سال دیگه اگر توافق برجام دویی به دست نیاد، اون وقت آمریکا همچنان هم این احرام ها رو خواهد داشت، به علاوه اینکه این دفعه اروپایی هم همراهش خواهند. فقط خیلی کوتاه اگه آقای وایز بگی، برای خیلی از مردم که این برنامه رو احتمالاً تماشا میکنند مسئله زمان هست. شما گفتید که احتمالاً مذاکرات اصلی میفته به دولت بعدی ایران که اون میفته به تابستان آینده، ولی کی ممکن هست که در واقع آمریکا، چون الان بحث کی اول به نظر میرسه که مطرح هست، ایران میگه اونا اول شروع کنن، آمریکایی‌ها میگن ایران اول شروع بکنه، آیا هیچ زمانی رو میشه تصور کرد که همزمان این اتفاق بیفته و هر دو به برجام برگردن؟ من فکر میکنم ظرف 2-3 هفته آینده لااقل یک گام های سیاسی در این زمینه برداشته خواهد شد، اگر نه همراه با اون مقداری از رفع تحریم که خدمتون عرض کردم برای منجمد کردن این فضای فعلی شاید نیاز باشه و اون وقت بین ماه مارس یعنی اسفند و آخر انتخابات ریاست جمهوری یا به دست گرفتن قدرت توسط دولت بعد که فکر میکنم در شهریور ماه هست، احتمالاً این فاصله زمانی کافی خواهد بود برای که همه تحریم ها برداشته بشه و آمریکا به طور کامل به تعهداتش برگرده و ایران هم گام هایی که تا حالا برداشته رو به سمت عقب برگرده. ممنونم علی واعظ از گروه بین المللی بحران، متشکرم که در این برنامه شرکت کردید. میشه بدین تصاویر زنده ببینیم. امروز همونطور که گفتم جو بایدن قرار هست که بره به وزارت خارجه و در اونجا سخنرانی کنه. ظاهرا تصاویر زنده رو به محض اینکه من اعلام کردم از دست دادیم، اما بحث رو ادامه میدیم. سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ طرفداران زیادی در بین مخالفان جمهوری اسلامی داشت، مخالفانی که میگویند جمهوری اسلامی با این فشار به زانو در میآمد اگر ادامه پیدا میکرد و از میگفتند که از فضای ایجاد شده بعد از برجام بر اثر رفع تحریم ها به نفع مردم کشور استفاده نکرده، بلکه بال و پر خودش رو در منطقه گسترش داده. اونها امیدوار بودند که ادامه فشار حداکثری منجر به سقوط جمهوری اسلامی بشه یا تغییر رفتار جدی او.
همین یکی دو روز پیش یک گروه 38 نفره از مخالفان جمهوری اسلامی در داخل کشور نامه سرگشاده امضا کردند که در اون از جو بایدن خواستند که فشار حداکثری رو کم نکنه. در مقابل نگاه دیگری وجود داره که معتقد باعث تضعیف گروه‌های معتدل‌تر داخل نظام جمهوری اسلامی میشه این فشار حداکثری و محافظه‌کاران تندرو رو تقویت می‌کنه. اتفاقی که به گفته اونها هم به ضرر مردم ایران، هم به ضرر کشورهایی که قصد دارند ایران رو مهار کنند که هسته‌ای نشه. ضمن اینکه معتقدند هزینه فشار حداکثری رو هم مردم ایران پرداخت می‌کنند، نه حکومت جمهوری اسلامی. نامه دیگری با همین مضمون هم دیشب به امضای شماره قابل توجهی از اصلاح طلبان در داخل ایران رسیده. نامه‌های دیگری هم بوده که به امضای مخالفان و طرفداران جمهوری اسلامی در داخل ایران، خارج از ایران رسیده بود. امین صوفیامهر با ماست. ایشون معتقدند به حفظ و ادامه فشار حداکثری، ببخشید، ایشون نگار مرتضوی هستن، روزنامه نگار تحلیلگر سیاسی، که معتقدند به تعامل با ایران و کاهش فشار تحریم ها. همونطور که گفتم امین صوفیامهر هم به ما خواهند پیوست که ایشون معتقدند به ادامه فشار حداکثری. آقای صوفیامهر، صحبت های آقای واعظ و پیش از اون صحبت های جک سولیوان رو نمیدونم شما شنیدید یا نه. دولت بایدن ظاهراً علاقمند هست که در قدم اول به برجام برگرده، بعد با ایران سر مسائل دیگه مذاکره بکنه. شما با این مخالفید؟ اصولاً این رویکرد بر اساس پیش‌فرض‌های اشتباه بنا شده. ببینید، اصلا برجام، خود برجام حاصل فشار حداکثری دولت اوباما بود و اگر اون فشارهای کمرشکن دولت اوباما وجود نداشت، جمهوری اسلامی پای میز مذاکره نمی اومد. یه مسئله دیگه اینه که برجام بر اساس انتظارات جمع ناپذیر دو طرف بنا شده بود، بدین معنا که جمهوری اسلامی انتظارش از برجام نخستین و واپسین گام بود برای مذاکره بر سر مسائل مورد مناقشه با غرب، در صورتی غرب به برجام به عنوان نخستین گام نگاه میکرد بعد از انجام به اصطلاح توافقات حاصل شده بر اساس برجام زمینه پیش بیاد برای مسائل گوناگون. این انتظارات جمع ناپذیر کماکان وجود داره. بله. و ما بر اساس تبلیغات نمیتونیم بگیم که جمهوری اسلامی حالا برجام گام اول رو برداشت، حالا منتظر ببونیم یک زمانی که مشخص نیست که جمهوری اسلامی گام دوم رو برداره. یعنی جمهوری شما اسلامی... میگید که معتقدید که جمهوری اسلامی به این سادگی رفتارش تغییر نخواهد کرد، یعنی با برجام، بازگشت به برجام مشکلی حل نخواهد شد. خانم مرتضوی، من میخوام از شما بپرسم، به نظر شما اساسا باید رفتار جمهوری اسلامی تغییر بکنه یا نه؟ بالاخره بخشی از رفتارهای جمهوری اسلامی مسلما باید تغییر کنه. الان من فکر میکنم دو نگاه، یعنی دو حوزه بسیار جدی هست که بخشش سیاست داخلیه، وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر میشه، سرکوب مخالفان، و بخشش هم حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی. متأ این تصور که حالا بعضی از جناح‌های واشنگتن، نمیخوام بگم کل دولت آمریکا، مثلا جنایی که نزدیک به آقای ترامپ بودن داشتن، اینه که صرفاً با فشار میشه جمهوری اسلامی رو وادار به تغییر رفتارش کرد، و خب 4 سال گذشته ما دیدیم که این اتفاق نیفتاده. و نکته دیگه هم اینه که وقتی بدون مذاکره و بدون در واقع نگاه دیپلماتیک تلاش برای تغییر رفتار میشه، این تصور هست که فقط جمهوری اسلامی باید در منطقه رفتارش رو تغییر بده و مثلا متحدان آمریکا قرار نیست که رفتارشون تغییر بدن. من فکر می‌کنم این دو موضوع بود که باعث در واقع شکست فشار حداکثری در تغییر رفتار شد، ولی خب فشار حداکثری به مردم ایران وارد شد، خیلی هم حداکثری بود. آیه صوفیامهر، نظر شما چیه؟ میگن این فشار حداکثری در 4 سال گذشته تأثیری نداشته، دست کم اون تأثیری که انتظار میرفت از طرف مخالفان که جمهوری اسلامی رفتارش رو عوض بکنه. ببین، فکت این بود که فشار حداکثری 4 سال نبود، 2 سال و نیم بود، و فشار حداکثر هنوز به اتمام نرسیده و بایدن به هر سیاستی و هر رویکردی رو در قبال جمهوری اسلامی کنه به ناچار بر شانه های همون فشار حداکثری بنا شده. حتی اگه بایدن موفق بشه با جمهوری اسلامی به یک توافق برسه، باز اونم حاصل فشار حداکثری بوده. بنابراین این که بگیم فشار حداکثری شکست خورده، نه، شب دراز است و قلندر بیدار، این گونه نیست. ببینید، جمهوری اسلامی یک حکومت تهاجمیه و حکومت تهاجمی رو شما با پرداخت بیشتر هویج
نمیتونید رام و دست آموز کنید. این خطایی که آقای بایدن و اوباما در پیش گرفتن به خاطر نادیده گرفتن سرشت جمهوری اسلامی مبنی بر حکومت تهاجمی offensive power، کسانی که با مباحث روابط بین الملل آشنا هم معنی اینو بسیار خوب میدونن. مسئله دوم مسئله آمریکا ستیزی در سرنوشت جمهوری اسلامی. آمریکا ستیزی شیشه ی حیات خط هم خط امامی ها بوده و حتی خط خامنه ای ها بوده و اگر که این آمریکا ستیزی از دست این حکومت در بیاد، این آغاز استحاله نظامی یا دست کم باورمندان به نظام باور دارن که به اصطلاح این آغاز استحاله نظامی که در واقعیت تفاوتی نمی کنه. بنابراین اینها به شدت جلوی عادی سازی روابط رو میگن. آقای خامنه ای به دنبال دو چیزه، یکی این که وضعیت رابطه ایران و آمریکا رو در وضعیت نه جنگ نه صلح قرار بده که جنگ به اصطلاح حکومتش رو ساقط نکنه، دوم صلح حکومتش رو استحاله نکنه. بنابراین این هنر بندبازی خامنه ای که الان میان این جنگ و صلح یک میانه ای رو نگه داره و در این میانه اون چیزی که تلف میشه منافع مردم ایرانه، سرنوشت مردم ایرانه و آینده ایرانه. متوجه شدید خانم مرتضوی؟ آقای سوفیامهر میگن کلن این شرایط مورد علاقه آقای خامنه ای هست و دلیل اینکه تغییر نمیکنه وضعیت ایران با آمریکا این هستش که رهبری علاقه ای به تغییر این نداره. آیا فکر میکنید اون گروه هایی که در داخل ایران چه علیه این فشار حداکثر نامه امضا میکنن اصلا چقدر محلی از اعراب دارن که تاثیرگذار باشن در عملکرد جمهوری اسلامی؟ خیلی فکر نمی‌کنم تاثیرگذار باشه. حالا شاید روی افکار عمومی دنیا در اروپا در آمریکا تا حدی تاثیرگذار باشه، ولی خب اینی که هم جمهوری اسلامی رابطه‌اش رو با آمریکا تغییر نمیده، من فکر نمی‌کنم با فکت‌هایی که ما داریم. جمهوری اسلامی سخت‌ترین نظام بازرسی روی برنامه اتمیش رو پذیرفته به عنوان که تحت عنوان برجام. به هر حال این چیزی نیست که علاقه بهش داشتن یا اصلا کسی فکر میکرد امکان پذیره. یعنی شما اگه مثلا دو سال قبل از برجام میگفتی که دو سال دیگه قراره همچین توافقی بشه، آمریکا و ایران سر میز بشینن روی این موارد 1، 2، 3، 4 به توافق برسن، اصلا خیلی ها فکر میکردن غیر ممکنه و خب این اتفاق افتاد. و دلیلش اینه که من فکر میکنم اون اشتباهی که تیم آقای ترامپ کردن یا مثلا افرادی جنای نزدیکتر به آقای پومپئو این بود که بخش چماق از سیاست آقای اوباما رو دیدن و اون بخش هویج، حالا این بحثی که در سیاست بین الملل هست، ندیدن. این آقای اوباما یک دری رو باز کرد خیلی روشن گام به گام به مسیر دیپلماسی که ما از شما این رو میخوایم، این راهشه. اروپا رو به خودش همراه کرد، سازمان ملل رو همراه کرد، اینا رو نباید فراموش کنیم، یک اجماع بین الملل بود. دولت آقای ترامپ اومد بدون همکاری با متحدان اروپایی، بدون همکاری با سازمان ملل، یعنی ما دیدیم حتی در شورای امنیت نزدیکترین متحدان آمریکا بر علیه آمریکا اقدام کردن که واقعا بی سابقه بود. یعنی این اجماع رو نداشت و فقط این که با افزایش تحریم مثلا ما فکر کنیم که میشه جفت مقابل رو تصمیم کرد که نشد. جفت شما فراموش میکنید که این فشار حداکثری شروعش در شروع دولت اوباما بود. یادتون هست که اولین دور تحریم های همه‌گیر که به اروپا و همه کشورهای دیگر رو هم همراه خودش کرد اوباما انجام داد. اما من میخوام از آقای سوفیامهر اولین رو بپرسم. آقای سوفیامهر، اگر که شما معتقدید که این فشار حداکثری باید ادامه پیدا بکنه، فکر میکنید تا کی باید ادامه پیدا بکنه؟ بخش بزرگی از جامعه ایران به خاطر تحریم ها تحت فشار هستند و اونها که خانم مرتضوی هم در واقع نماینده بخشی از اونها هست، میگه که این فشار بیشتر روی مردمه نه روی حکومت و اصلا حکومت رو شاید تقویت هم میکنه. شما اولا میخوام بدونم ارزیابیتون از این صحبت ها چیه و در ثانی فکر میکنید تا کی باید این فشار حداکثری رو ادامه داد علیه جمهوری اسلام؟ ببین، مردم یه پدیده یک دستی نیستن. بسیاری از مردم از جمله همین مخالفان جمهوری اسلامی که در گزارششون اومده بود خواهان تداوم فشار حداکثری هستن. منم به عنوان به اصطلاح یک ایرانی که دلسوز منافع ملی ایران هستم، دوست دارم حکومتی در ایران سر کار باشه که روابط دوستانه، نه تنها عادی بلکه روابط دوستانه با آمریکا و اسرائیل داشته باشه. ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که ما حکومتی بر سر کاره که به اصطلاح مبانی خودشو برای تداوم حکومت بر دشمنی بر آمریکا و اسرائیل بنا کرده. و شما اگر که از جمهوری اسلامی بخواید، پس تنها راه سعادت ایران رفتن جمهوری اسلامیه به نظر شما و این فقط با فشار ممکن هست؟
بله، یا اینکه شما جمهوری اسلامی بتونید تا لب پرتگاه ببرید، عمق سقوط رو نشونش بدید و بگید که اگر دست خب این از این فشار تا کی، یا یعنی میخوام بدونم که آیا زمان بندی داره یا نه. ببین الان جمهوری اسلامی تحت فشار سنگینه و این هر چقدر زمان بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی و هر چقدر که زمان جلوتر میره این فشارها به صورت تصاعدی بالا میره. اقتصاد جمهوری اسلامی در حال ورشکستگی، نیروهای نیابتیش تضعیف شده و دوستی در منطقه نداره و مواضع اروپا سرسختانه تر شده و جمهوری اسلامی نمیتونه از یه حدی از برگ هسته‌ای استفاده بکنه به عنوان تهدید، چرا که این بازی با ریسک بالاست و موجب به اصطلاح واکنش نظامی اسرائیل و آمریکا رو در پی خواهد داشت. بنابراین جمهوری اسلامی راهی جز مذاکره نداره و آمریکا هر چقدر که زودتر عجله کنه برای برگشت به برجام، شانس و بخت خودش رو برای رسیدن به یک توافق حد جامع‌تر و پایدارتر از دست میده. وضعیتی که الان جمهوری اسلامی و آمریکا در اون قرار دارن یه وضعیت بی‌اعتمادی دو طرف است که در روابط بین‌المللی بهش میگن prisoner's dilemma، یعنی که معمای زندانیان. در این شرایط اعتماد به طرف مقابل یک به اصطلاح کنش غیر عقلانیه. بنابراین متوجهم، ولی بذارید اینو از خانم مرتضوی بپرسم. خانم مرتضوی، صحبت از فشار حداکثری به ایران که میشه و احتمال تغییر ایران، خیلی ها مثل شما معتقدند که تعامل با ایران راه رو بیشتر باز میکنه، اما خب تجربه هر دو موردش رو داشتیم دیگه ظرف سالهای گذشته. واقعا چقدر امیدوار هستید که جمهوری اسلامی تن به تغییر بده؟ ما میدونیم که برجام دو و سه که صحبتهای آقای روحانی بود بعد از رسیدن به برجام با مخالفت بسیار جدی گروه‌های تند و شخص خود آقای خامنه‌ای مواجه شد، بنابراین تغییری حاصل نخواهد شد بعد از برجام اونطور که اونها میگن. خب من دوباره ارجاع میدم به حرفم که برجام یک رو هم فکر نمی‌کردیم که واقعا اتفاق بیفته، ولی این اتفاق افتاد و از راه دیپلماسی. من می‌خوام بگم فشار حداکثری به این معنی که شما یه راهی رو از فشار دنبال می‌کنی ولی در دیپلماسی رو باز نمی‌کنی. وگرنه اگه ما برگردیم به صحبت‌ها یا حالا آرزوهای خود آقای ترامپ، آقای ترامپ هم دوست داشت یه توافقی با ایران بکنه، حتی میگفت من توافق اتمی می‌کنم بهتر، منتها مشکل این بود که فقط اون چماق رو گرفته بود، هی تحریم روی تحریم، تحریم روی تحریم، ولی راهی برای دیپلماسی باز نکرده. یه چیزی هم در مورد آرزوهامون بگم، یعنی من هم دوست دارم که ایران یک حکومت سکولار داشته باشه، روابطش با همسایگانش خوب باشه، شهروند آمریکا هستم، به من هم توهین میشه وقتی مرگ بر آمریکا گفته میشه. در این که ما دوست داریم چه اتفاقی در آینده دور بیفته با هم اختلاف نظر نداریم، ولی اینکه ما فکر کنیم صرفا با سیاستی که یک دور در دوره آقای ترامپ امتحان شد و جواب نداد با اون میشه به این راه رسید، و سیاستی که در دوره آقای اوباما امتحان شد و تا حدی بالاخره موفقیت آمیز بود، سر این من فکر میکنم اختلاف نظر هست. اجازه بدین صحبت های آقای روحانی رو بشنویم. آقای روحانی هم یکی دو روز پیش در این باره صحبت کرده، او بیشتر اشاره میکنه به اتفاقات داخلی ایران. ما میدونیم که در داخل ایران هم سیاست خیلی پیچیده هست، بشنویم او چه میگه. مگر میشه جنگ رو انکار کرد؟ مگر میشه جنون ترامپ رو انکار کرد؟ بعضیا ناراحتن که ترامپ سرنگون شده، حالا نمیگن ولی تو جلسه خصوصی میگن جنون. این آدم مجنونه، میگفتم میمون بهتر بود. من تعجب میکنم، مشکلات رو میبینن، این مشکلات هم میدونن که بخش بزرگ و اعظمش مال تحریمه، یک کلمه علیه آمریکا حرف نمیزنن، یک جمله. ببینید آقای صوفیا مهر، به نظر میرسه که آقای روحانی این انتقاداتش به گروه های تندروی داخل ایرانه که به طرز جالبی اونها رو همسو و هماهنگ میبینه با گروه هایی که از بیرون ایران منتقد جمهوری اسلامی هستن و خواستان براندازی جمهوری اسلامی هستن. فکر میکنید که واقعا چقدر این نگاهی که خانم مرتضوی به نوعی بهش تعلق دارن و اون رو بارها مطرح کردن، این که فشار حداکثری راه تعامل رو با ایران می‌بنده و بسته شدن راه تعامل دست بالاتر رو میده به محافظه‌کاران و گروه‌های تندروی داخلی، چقدر با این شما موافقید؟ ببین ایران از 42 سال پیش تحت حاکمیت تندروهاست. اول خط آقای خمینی بود و الان خط آقای خامنه‌ای و اینا هیچ تفاوتی نداره. برجام به اصطلاح نقطه آغازش رو همون آقای خامنه‌ای که مردم رو میترسونن ازشون آغاز کرده. این گونه نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در حوزه به اصطلاح اختیارات رهبریه، نه آقای ظریف. آقای ظریف معمار سیاست خارجی نیست، معمار سیاست خارجی خامنه‌ای
ارتشیه و مشاوران اونه و سپاهه. بنابراین اینی که ما این تفکیک رو ببینید، من همیشه گفتم شما اگر که یک تیمی تشکیل بدین تماما 100 نفر از توماس جفرسون باشه و نمیدونم هابس باشه و لاک باشه، بذارینش در چارچوب جمهوری اسلامی، رفتارش میشه کمابیش مثل همین آقای احمدی نژاد و آقای روحانی. اینا مسئله بر سر نهادهاست، مسئله بر سر روندهاست، مسئله بر سر اشخاص نیست. اشخاص بگه این نهادها هستن و جمهوری. ببخشید چون وقت کم هست، من میخوام رو همین نکته که شما اشاره کردید و نکته بسیار مهمی هست از خانم مرتضوی بپرسم. خانم مرتضوی، آقای ظریف خودش هم گفته من کاری در سیاست خارجه نیستم. واقعا برای چی باید بذاری، یعنی شرایط رو جوری کشورهای خارجی فراهم بکنن که دست بالا بیاد به دست معتدلهایی که مثلا در ایران قدرت بگیرن، در حالی که اگر هر تصمیمی در فضای سیاسی سیاست خارجه بخواد گرفته بشه، باز هم باید آقای خامنه ای اون تصمیم رو بگیره؟ نه، آقای ظریف تصمیم گیر نیست، آقای ظریف یک وسیله ایه. به خاطر اینکه شما آقای خامنه‌ای که نمیتونه بره مذاکره کنه، پای میز بشینه به وین و ژنو بره، بالاخره شما برای اینکه بتونی اون تصمیمی که در تهران گرفته میشه، حالا در بیت رهبری گرفته میشه، کاخ ریاست جمهوری، من فکر می‌کنم ترکیبی از ایناست. یعنی اینطور نیست که مثلا نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامی قدرتشون صفر باشه یا یعنی اینکه هیچ تأثیری در تصمیم گیری نداشته باشن. ولی به هر حال ما دیدیم که یه موقعی هست که یه جناحی مثل آقای سعید جلیلی میرفت مذاکره با خانم اشتون، میشست میومد و تیم آمریکایی میگفتن که ایشون فقط برای ما سخنرانی میکرد، اصلا حاضر نبود گوش کنه ببینه طرف مقابل چی میگه. و یه موقعی هست که یه تیمی، حالا به اشخاص من کاری ندارم ولی متاسفانه دیپلمات هم در جمهوری اسلامی کم داریم، یه موقعی هست که یه تیمی هستن، تیم یک نفره هم نبود، بالاخره یه تیمی بسته بودن رفتن و نهایتا بعد از 2 سال تونستن یه توافقی که نگاه دنیا در واقع بهش اینه که توافق تاریخی بود اتفاق افتاد، فقط هم ایران و آمریکا نبود، یادمون نره که طرف‌های دیگه هم در این توافق بودن و بالاخره به یه نتیجه رسیدن. آیا بهترین توافقی بود که از نظر همه ما میتونست اتفاق بیفته؟ نه. آیا مسائل دیگر رو دوست داشتن طرفین وارد این توافق بکنن؟ بله. منتها به این نتیجه رسیدن که اگه 2 سال طول میکشه فقط موضوع هسته‌ای رو به نتیجه برسن، اگه بخوان همه مسائل دیگر رو قاطی کنن، شاید اصلا به هیچ توافقی نتونن برسن. ببینید، این همون پیشفرض اشتباهی که من در آغاز سخنم بهش اشاره کردم. ببینید، جمهوری اسلامی به برجام به عنوان قدم نخستین نگاه نمی‌کرد، به عنوان آخرین قدم نگاه می‌کرد. جمهوری اسلامی خودش رو در یک نبرد گسترده‌ای با آمریکا و اسرائیل و منطقه می‌دونه. یکی از اون موضوعات نبرد به اصطلاح هسته‌ایه. جمهوری اسلامی یک صلح تاکتیکی در جبهه هسته‌ای انجام داد تا نبرد خودش رو در عرصه موشکی، در عرصه گروه‌های نیابتی، تروریسم و سرکوب مردم افزایش بده، چنانچه بعد از برجام رفتار جمهوری اسلامی در این حوزه تهاجمی‌تر شد. ببینید، شما نمیتونید بر اساس این فکت، باز بر اساس آرزوهای شخصی خودتون مسائل رو نگاه بکنید. اشکال نداره بکنید، ولی خب بدونیم که این آرزوه، خیال اندیشیه. اشاره جالبی میکنم خانم مرتضوی، همون موضوعی که منم بهتون گفتم، برجام 2 و 3 و اینا خیلی باهاش به شدت برخورد شد، یعنی که جمهوری اسلامی سر یک موضوع که اونم برجام بود حاضر شد مذاکره بکنه، بعد از اونم گفت آقا دیگه بقیه‌اش رو درشو پس گفت من نمیکنم. البته من میخوام اینو بگم که فرصت هم کوتاه بود، ولی آیا جمهوری اسلامی فرصت سوزی کرد بعد از برجام؟ بله، به نظر من کرد. حتی در 1 سال اول دوره آقای ترامپ هم برای صحبت آقای ترامپ این بود که بیاین بشینین با هم مذاکره کنین، حالا اول با من یه عکس بگیرین ولی بعد من میخوام با شما توافق کنم. و خب این به نظرم فرصت سوزی بود و بعد وضع به اون وضعیت فشار حداکثری رسید. با این حساب اگه فشار رو الان بردارند، آیا فکر نمی‌کنید که دوباره برمیگردیم سر همون جایی که با جمهوری اسلامی بودند همه؟ نه، برای که من باز فکر میکنم همین این رو ما یعنی دور نزنیم. در اون دوره که فشار به معنی تحریم، نه فشار حداکثری، تحریم همراه بود با دیپلماسی، دولت آقای اوباما به نتیجه رسید حداقل یک دونه توافق از سوش در اومد. در دوره‌ای که دولت آقای ترامپ فشار رو، خودشون هم گفتن، حداکثری کرد، آقای پومپو 12 تا شرط گذاشت، به یک کدومش هم نرسیدن. یعنی در واقع میخوام بگم هر دوی این راه ها امتحان شد در یک دهه گذشته و یکی جواب داد و یکی شکست خورد. بحث اینه. یه بحث دیگه هم که حالا چون در آغاز برنامه داشتیم من میخوام از شما هم بپرسم، الان بحث اروپا هم هست، اروپا هم به هر حال نظراتی داره که بخشی از برجام هم هستند اروپایی ها. آقای صوفیا مهر، فکر میکنید که تا کجا اروپا حاضر با این سیاست فشار حداکثری راه بیاد؟ یادتون هست که همراه نشدن اروپایی ها. فکر میکنید الان در این مرحله
مرحله به هر حال آقای بایدن به نظر میرسه که با اروپایی ها به لحاظ دیپلماسی نزدیکتره. آیا او میتونه همراه بکنه اونها رو با خودش؟ ببینید، اروپا به دلیل اینکه مشکلاتی با آقای ترامپ داشت نمیخواست به اصطلاح موازی رو بگیره که خودشو در خط به اصطلاح ترامپ قرار بده، ولی الان این نگرانی اروپا برطرف شده و میبینیم که بعضی موقع موازی که اروپا میگیره یا مثل موازی مکرون و فرانسه بسیار تندتر از موازی آقای بایدنه. بنابراین اروپا الان اون معذوریت دوره ترامپ رو نداره، با فراغ بال باستری به اصطلاح خواسته های خودش رو بیان میکنه. به نظر من اروپا مسئله رو درک کرده، تهدید رو درک کرده، رفتار بعد از برجامی جمهوری اسلامی رو دیده و اون خواب و خیالی که جمهوری اسلامی رام و دست آموز میشه بعد از نوش جان کردن هویج ها، این خواب و خیال برطرف شده. جمهوری اسلامی هویج ها رو خواهد خورد و زیر کاسه خواهد رفت و به اصطلاح رفتار خودش رو در پیش خواهد. این اصطلاح چماق و هویج که حالا خیلی هم به کار میره، برای بعضی ها اصلا خیلی به نظرشون توهین‌آمیز میاد، ولی خب این اصطلاح رایجی از در سیاست بین الملل، قصد توهین نیست. امیدوارم که بیننده ها این رو متوجه باشن. خانم مرتضوی، بحثی که الان اروپایی ها دارند این هستش که شنیدیم از آقای لودریان هم که بحث فقط به هسته‌ای نباید خلاصه بشه. پیش از این با یک نماینده پارلمان بلژیک صحبت کردیم، او هم همین رو گفت. فکر میکنید چقدر این لابی هایی که الان در جریان هست، چه لهچه علیه فشار حداکثری، میتونند در واقع کار رو به سمتی ببرند که آقای بایدن فشار رو داشته باشه؟ یعنی اون چیزی که شما میخواین، یک فشاری رو بگذاره ولی به لحاظ دیپلماسی هم با ایران همکاری رو آغاز بکنه. من به نظر میاد حالا سیگنالایی که ما از دولت آقای بایدن، همین امروز آقای سالیوان صحبتی کرده در مورد مسئله ایران و خبر اومد که قراره وزرای خارجه با آمریکا و اروپا دیدار داشته باشن در مورد ایران صحبت کنن، به نظر میاد بحث بازگشت به برجام رو دولت آقای بایدن داره با جدیت و با فوریت پیش میبره. یعنی این باید سریع انجام بشه و در واقع به اون فضای انتخاباتی داخل ایران هم نکشه، به نظر میاد انجام میشه. و من فکر میکنم بازگشت به برجام از اون فکر میکنید چرا مثل بقیه، مثلا بازگشت به توافقنامه پاریس، مثل یکی دو مورد دیگه، مثلا لغو قضیه ویزای کشورهای اسلامی، همون روز اول این رو امضا نکرد؟ خب برای اینکه بازگشت به برجام یه مسئله یک طرفه نیست، مثلا بحث ترافل بن یا فرمان مسافرتی که یک فرمان ریاست جمهوری بود. در واقع خواست دولت آقای بایدن اینه که ایران هم به تعهداتش در برجام برگرده و اینجا نقش اروپایی‌ها خیلی مهمه که دو طرف رو با هم هماهنگ کنن که به شکل همزمان، چون لغو تحریم‌ها اینطور نیست که امروز لغو بشه و فردا مثلا این بازدهی اقتصادی داشته باشه. لغو تحریم‌ها چند ماهی طول خواهد کشید و از اون طرف هم ایران چند هفته لازم داره برای اینکه تخلفاتش رو از برجام یا در واقع به تعهداتش، حوزه تعهداتش برگرده. و خب اینجا نقش اروپایی بسیار مهمه. به نظر میاد هر دو طرف هم در واقع این انتظار رو از اروپایی‌ها دارن و این نقش رو بهشون دادن. آقای بلینکن وزیر خارجه، آقای بایدن هم رابطه خیلی خوبی با، خیلی نزدیکی با اروپایی‌ها داره و فکر می‌کنم کاملاً در واقع یک مسیر برعکس از دولت آقای ترامپ رو در پیش خواهد گرفت. بذارید 30-40 ثانیه آخر رو بدیم به آقای صوفیامهر. اگه جنبندی میخواییم بفرمایید آقای صوفیامهر. ببینید، چیزهایی که به نظر ما ناظران منطقی میاد لزوماً از زاویه جمهوری اسلامی منطقی نیست. ببینید، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری به دید بسیاری از ناظران اصلا منطقی نبود. من واکسن از جانب خامنه‌ای اصلا منطقی نیست و بسیار ضد انسانیه، ولی جمهوری اسلامی این کارا رو انجام میده. اشتباه ما به عنوان ناظر اینه که ما خودمون رو در جای جمهوری اسلامی نبینیم و از منظر اونا نگاه نکنیم، بلکه منظر خودمون رو بر به اصطلاح دید اونها و رفتار اونها تحمیل کنیم. متاسفانه کسانی که موازشون نزدیک به جمهوری اسلامی دارن، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، دارن همین کارو میکنن. اگر که آگاهانه این کارو میکنن، دارن مردم فریبی میکنن. اگر ناآگاهانه میکنن، به نظر من باید این دیدشون رو تصحیح کنن. فهم جمهوری اسلامی یعنی فهم منطق بی منطقی های نظام. اگر ما اینو درک نکنیم، چیزی از جمهوری اسلامی درک نکرد. ممنونم از شما آقای صوفیامهر و متشکرم خانم مرتضوی، ممنون که در این بحث شرکت کردید و متشکرم از شما که با برنامه صفحه آخر هفته همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.